با درود بر شما هموطنان گرامی، صحبت دارم با بچه های خوزستان، به خصوص بچه های عرب. یه واقعیت راجع به دوتا موضوع میخوام باهاتون صحبت کنم. اول یه واقعیتی بهتون بگم. شما به عنوان یک ایرانی، عرب خوزستان به عنوان یک ایرانی، از وجب به وجب خاک ایران سهم دارید، مثل هر ایرانی دیگه وجب به وجب خاک ایران ارث پدرتونه. تو سر این تجزیه طلبا بزنید که میگن ما میخوام جدا بشیم، بقیه ایران نمیخوام، فقط خوزستان میخوام. حالا قدم بیشعور هستن که میگن الاحواز. حالا شعورشون نمیرسه که احواز ترکیبی از عرب، لور، شوشتری و دسفولی و غیر قابل تفکیک، جدا ناپذیر، به خصوص شما عربا که با لوران وصلت میکنید. شما عربا، عربا ایران، مانند هر فرد دیگه، هر ایرانی دیگه، از وجب به وجب خاک ایران سهم دارید، از خشت خشت حرم امام رضا سهم دارید، تا تک تک درخت های پارک شاهگلی توی تبریز، تا تک تک درخت های شمال، تا میلیمتر به میلیمتر سنگ های تخت جمشید، تا تمام کوههای کردستان و تمام خاک ایران. اگه حرف منو قبول ندارید، شما عربای خوزستان، خدا تا بازیکن تحویل تیم ملی دادید. برید از اونا سوال کنید. بگی یه نفر پیدا شده هم چیزی میگه، درست میگه یا نه. حرف اونو قبول کنید، حرف منو قبول نکنید. بعد راجع به یه موضوع دیگه می‌خواستم صحبت کنم. الان بیکاری توی خوزستان بیداد میکنه. وقتی که ما باید با این بیکاری مبارزه کنیم. وقتی من ایران بودم، روی کارهای گردشگری کار میکردم، بعد خب میتونید فیلم چوغا زنبیل منو ببینید، توی اداره میراث فرهنگی هست، چوغا زنبیل، شوشتر، ایزه. من فکر میکردم که گردشگری خوزستان همین آثار باستانیه، ولی نه، الان متوجه شدم که اون آثار باستانی، آثار تاریخی، قطره ای از دریای جذب گردشگره. آفتاب خوزستان، آفتاب خوزستان سرمایه بزرگ گردشگری خوزستانه. نگاه کنید اینجا توی مرداد ماه، یعنی آسمون ابریه. حالا زمستون ببینید چه خبره. زمستون اینا در ماه گاه چند دقیقه آفتاب دارن، ولی توی خوزستان زمستون گرمه، ساعت آفتابی زیاده. شما باید تعاونی تشکیل بدید، به اداره میراث فرهنگی و استاندار مراجعه کنید، بگید آقا ما میخوام هتل بسازیم و حمام آفتاب. حمام آفتاب تقریبا یه جای اینطوری، حالا با چمن یا با خاک، دورش دیوار میکشید، یه چند دستگاه توالت فرنگی و چند دستگاه دوش، این میشه حمام آفتاب. و بهشون میگید که حضور توریست ها رو تو ایران راحت کنید، توریست باید راحت بیاد تو ایران. و هتل بسازید، حالا نیازی نیست هتل خیلی مجلل باشه، اول از هتل کوچک شروع کنید، مثل خونه، که توریست ها بیان اونجا استراحت کنن و آفتاب بگیرن. یعنی توریست اروپای شمالی توی زمستون میمیره برای آفتاب. یعنی خوزستان در زمستون برای توریست اروپای شمالی بهشته. و وقتی که شما شروع کنید به جذب توریست و پذیرایی از توریست ها، هم خودتون برای خودتون شغل ایجاد کردین، هم درآمد ایجاد کردین، و هم نیازی ندارید کسی شما رو استخدام کنه تو وزارت نفتی، جایی که بخواد از بالا دست چی بشه، از بالا دست توصیه بشه. وقتی که شما این کار توریستی رو راه بندازید، مطمئن باشید خود تهرانی‌ها میان برای شما کار میکنن. فقط راه بیفته اونجا، مثلا خارجی‌ها میان دوش آفتاب میگیرن، این بچه پولدار تهران کلاس داره دیگه، میان اونجا مثلا دوش آفتاب میگیرن، بالاخره شغل ایجاد میشه. سعی کنید این توضیحی که من توضیحاتی که من دادم با کسانی که مثلا تو اروپای شمالی زندگی میکنند صحبت کنید. همین ویدیو رو ببرید نشون اداره میراث فرهنگی گردشگری خوزستان بدید و بگید ما می‌خوایم این کارو انجام بدیم. تو یک دو منطقه ابتدا به صورت آزمایشی این طرح رو پیاده کنید، اگه موفق شد بعد برید جای مختلف. برای تک تک شما آرزوی سلامت و شادکامی دارم. پاینده باشید. پاینده ایران. بدرود.